سلام و درود رفقا، امیدوارم هر جا هستید خوب خوش و سلامت باشید. رفقا داخل این ویدیو قراره بهتون آموزش بدم که چطوری مخصوص هفته اول و دوم سیزن یک واروین رو گیراب کنید. اگر بعد دو هفته دارید این ویدیو رو نگاه میکنید و از آپلود این ویدیو دو هفته گذشته هستش، به این معنی نیستش که دیگه به دردتون نمیخوره، اما غالبا یک کوچولو نحوه گیراب کردن سری در واقع تغییر میکنه. ولی داخل این ویدیو به شخص قرار فوکوس کنیم روی گیراپ تخصصی ترین حالت یک فردی که میخواد بوستر بشه، بوستر دانجن میسیک پلاس بشه یا حالا ری، باید اینطوری گیراپ کنه که حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید که یاد بگیرید چطوری گیراپ کنید. آقا وقتی چهارشنبه شد، یعنی فردا، یا بذارید اینطوری بهتون بگم 21 شهریور شدش، عرضم بزرگتون که سیزن یک واروین استارت میشه. اوکی تا اینجا حله. وقتی که سیزن یک واروین استارت بشه، ما یه سری ورد باسا به سر تا سر مپ اضافه میشن که ورد باسا رو شما میتونید از اینجا آیتماشون رو ببینید. دقیقا این حرکتی که زدم رو شما هم بزنید و میتونید برید ببینید که چه آیتمایی واسه شما این ورد باسا دراپ میکنن. هنوز مشخص نشده که این ورد باسا کجا قرار اسپام بشن، ولی خب وقتی که سیزن یک بیاد قاعدتا متوجه میشید و چیزی نیستش که من میخوام آموزشش رو بدم. پس در مرحله اول وقتی سیزن یک اومد، شروع کنید به کشتن ورد باس ها تا بتونید حالا یه سری گیر هایی همون اول کار بگیرید. وقتی که ریست هفتگی اتفاق میفته، یه سری کوست های ویکلی جدید واسه ما میاد، نه اینکه جدید باشن، یعنی تکرار کوست های ویکلی واسه ما میاد که یه سریشون خیلی 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 به درد بخور هستن. مثلا یه دونه کوست ویکلی هستش که وقتی شما اون رو انجام میدید، یه باکس اپیک به شما میده و عرضم بزرگتون داخل این باکس اپیک میتونه گیر باشه، میتونه ریستورد کافر کی باشه که واسه بانتی فول دلف نیازه. و خلاصه که پس در مرحله دوم باید سعی کنید از این کوست های ویکلی بزنید که بهتون باکس اپیک میده. و همچنین وقتی که ریست هفتگی شد، مثلا داخل یکی از مپا یه ورد کوستی هستش که به شما جایزش از این از همین باکس های اپیکی که بهتون گفتم بهتون میده. خب این ورد کوست ها چی میخوان؟ بهتون میگن که آقا سه تا ورد کوست داخل همون مپ بزن تا بتونی بعدش خود ورد کوستی که به اپیک میده رو بزنی. اوکی، یعنی ورد کوست حالت چیزی داره، ریکومنتی داره که مثلا بهت میگه، پیش نیازی داره که مثلا میگه این پیش نیازا رو انجام بده تا بعدش بتونی من رو بگیری انجام بدی تا من بهت باکس اپیک بدم. اوکی، ورد کوست باکس های اپیک مثلا اینطور نیستش که سخت تر باشه 100%، نه اصلا همچین چیزی نیستش، امکان داره سخت تر بشه ولی نه اینکه نتونید بزنید. تنها شرطش اینه که قبل اینکه شما دسترسی داشته باشید به ورد کوست های اپیک، باید سه تا ورد کوست داخل همون مپ بزنید که اون ورد کوست اپیک در واقع واسه شما باز بشه تا بتونید اون ورد کوست رو در واقع انجام بدید. پس مرحله دومم رد میکنیم ازش و بهتون گفتم که باید باکس های اپیک رو بگیرید. مرحله سوم برای جمع کردن تیر ست هستش. همونطور که میدونید ما بوسترها، کسایی که میخوان هاردکور پلی بدن، کسایی که میخوان خیلی سریع هیروشون پا بگیره، خیلی سریع هیروشون قوی بشه، باید به فکر تیر پیساشون باشن. چرا؟ به خاطر اینکه رفقا ببینید، شما چهار تا گیر آی لول بالا بذارید تنه خودتون اکویپ کنی، چهار تا مثلا گیر، فرض کنید چهار تا گیر 600، خب من همین الان اکویپ کنم شاید مثلا دی پی اس هم 10% اضافه بشه، اما چهار تا تیر ستامو بگیرم اکویپ کنم 100% دی پی اس هم از این رو به اون رو میشه. و به همین دلیل هستش که شما باید فوکوستون رو بذارید روی تیر ست ها، به دلیل اینکه خیلی خیلی تیر ست ها رو وقتی که بگیرید روی دی پی اس شما تاثیر میذاره و باعث میشه که دی پی اس زیادی بدید. و واسه جمع کردن تیر ست ها باید چیکار کنید؟ وقتی که ریت فایندر اومد، باید بهتون بگم که ریت فایندر، خب از این دکمه آی اینجا میاد، ریت فایندر رو میزنید و سرچ رو میکنید. واسه یه هفته اول ستا باس اول فقط هستش که اگر اشتباه نکنم ستا باس اول یه کدومشون بهمون تیر ست میدن که ما این پس چی شد؟ در مرحله اول که ریت فایندر میزنیم واسه اون هفتمون و دعا میکنیم که این تیر ست رو یه شانسی بیاریم و ببریم. اولین کاری که پس میتونید انجام بدید واسه ریت فایندر و واسه تیر ست این هستش. حالا وقتی که ریت فایندر زدید، بعدش باید بیاید دلف بزنید. دلف، آقا من خیلی ویدیو دارم، یک ویدیو کامل دارم که اینجا الان واسه تون در واقع، نه اینجا واسه تون تامنیلشو میذارم و
این ویدیو داخل کانال من هستش، میتونید برید اگر دلو مثلا نمیدونید داستانش چیه چطوریه، برید اون ویدیو رو ببینید که کامل یاد بگیرید. واسه همین من نمیخوام وارد جزئیات بشم، کسایی که نمیدونن میتونن برن این ویدیو رو ببینن. داستان دلوم این هستش که رفقا، خیلی کوتاه بهتون توضیح بدم، الان من دارم با شما صحبت میکنم و سیزن یک نیومده و هنوز چهارشنبه نشده، تیر 3 دلو آخرین سطحی هستش و بالاترین سطحی هستش که شما به اصطلاح میتونید الان انجامش بدید و آی لول زیادی به شما نمیده. واسه همین ما به شما اومدیم گفتیم که آقا کافر کیاتونو بگیرید جمع کنید تا واسه تیرهای بالا بگیرید استفاده کنید. و دقیقا الان میدونید که من میخوام چی بگم و این هستش که شما باید دلو تیر 8 رو بگیرید باز کنید و دلوهای بانتیفول برید بزنید و این ریسورت کافر کیا رو بگیرید داخل دلوهای بانتیفول استفاده کنید تا گیرهای چمپین 3 از 8 بگیرید 100% دراب. اوکی؟ حالا بذارید از موضوع نپرم، باید بهتون اول اینو بگم که چطوری تیر 8 رو باز کنیم. خب خیلی ساده است، شما باید اول بیایید دلو تیر 3 بزنید، دلو تیر 4 رتون باز میشه، بعد برید دلو تیر 4 بزنید، دلو تیر 5 رتون باز میشه و همچنین همینطوری میرید دلوهای بالاتر رو میزنید تا دلو تیر 8. وقتی که دلو تیر 8 رسیدید، باید بهتون بگم که وقتی که دارید به دلو تیر 8 میرسید سعی کنید دلوهایی رو واسه ای لول اپ نزنید که همون موقع بانتیفول هستن. چرا؟ چون دلوهای بانتیفول فقط یک بار میتونید شما در روز بزنیدشون، ولی ما اون دلوهای بانتیفول رو میخوایم که در همون روز، یعنی روز چهارشنبه، بریم کافر کیامونو بگیریم استفاده کنیم. پس دلوهای بانتیفولمون رو نباید در واقع بگیریم، حروم کنیم. مثلا اینجا شما الان دارید ببینید این دلو بانتیفول هستش. من برای اینکه دلو تیر 8 رو بگیرم باز کنم، نباید دلو بانتیفول برم بزنم، باید بیام این دلو معمولی رو بزنم و باید بیام این دلو معمولی رو بزنم، تیر 3 رو بزنم، تیر 4 رو بزنم، تیر 5 رو بزنم، تیر 6 رو بزنم، تیر 7 رو بزنم که دلو تیر 8 هم باز بشه. وقتی که دلو تیر 8 هم باز شد، من میمونم با ریستورت کافر کیام و دلوهای بانتیفول. شما در روز، یعنی به صورت اوریج، میتونید 4 تا دلو بانتیفول بزنید و در واقع شما میتونید در روز 4 تا گیر 3 از 8 چمپین 100% بگیرید. اوکی؟ و وقتی که تیر 8 رو باز کردید، شروع میکنید و دلوهای بانتیفول رو میزنید روی تیر 8 و گیرهاشون رو در اون آخر سر میگیرید. 2 روز پشت سر هم، 3 روز پشت سر هم همین کار رو انجام میدید و که کاور کیاتون خلاصه خالی بشه واسه اون هفته. اما داخل همون روز اول که 4 تا بونتی فول دل بتونو میزنید، باید چیکار کنید؟ بعدش باید برید میسیک 0 بزنید. همونطور که میدونید رفقا، میسیک 0 از همین چهارشنبه استارت میشه. میسیک پلاس از چهارشنبه هفته بعد، یعنی 28 شهریور یا 27 28 شهریور میسیک پلاس ها و میسیک پلاس بالاخره باز میشه. بشه از این نمیخوام کشش بدم، میسیک پلاس باز میشه. اما الان ما فقط چی داریم؟ میسیک صرف داریم. شما بعد اینکه بانتی فول دلواتون رو زدید و تیر 8 تاشون رو یک سری گیرهای واسه خودتون گرفتید، شروع میکنید میرید چی؟ میسیک صرف میزنید. و چیکار باید بکنید؟ در واقع واسه میسیک صرف من یه ادوایس فقط واسه شما دارم، واسه شما دارم فقط یه پیشنهاد واسه شما دارم، این هستش که آقا شاید وقت نکنید که در روز هر 8 دانجن رو میسیک صفرش رو بزنید، شاید همچین وقتی رو نداشته باشید. پس شروع کنید دانجن هایی که اول گیرهای بی تون رو دراب میکند بزنید، بعد برید دانجن هایی که حالا گیری دراب نمیکنن، فقط واسه ولورستون و خلاصه مثلا کارنسی میرید میزنیدشون و حالا یه سری گیرهای متفرقه میرید میزنیدشون، بعد برید اونا رو بزنید. اول پس چیشو دانجن هایی رو بزنید که گیرهای بی تون در واقع از اونها دراب میشه. من یه ویدیو فردا پس فردا میذارم و بهتون یاد میدم که در واقع چطوری از ووف هد بریم گیرهای بیایسمون رو بگیریم پیدا کنیم، که همین حرفی که الان من به شما زدم، اگر یه سری ها نمیدونن که گیرهای بیایسشون چی هستش، برن اون ویدیو رو بعدش ببینن تا بتونن بفهمن که گیرهای بیایسشون از کدوم دانجن ها دارا میشه که اون دانجن ها رو داخل اولویتشون قرار بدن و اول اونا رو بزنن. پس شد این نصیحت من واسه کسایی که بعد بونتیفول دلوا قرار بیان سراغ میسیک صفر و خلاصه که بهتون گفتم که باید اولویت بندی کنید و گیرهای مهمتون رو اول برید بزنید. خیلی خسته شدم، یه لایک کن که من یه انرژیم
دوباره برگرد. دمت گرم. آها، راجب باونتی فول دلوا من یه چیزو نگفتم. این هستش که آقا شما وقتی که دلو انجام بدید، در واقع گریت والت یا اون جایزه هفتگیتون شارژ میشه و این باعث میشه که بتونید وقتی که دوباره در 27 و 28 شهریور بتونید یه گیر اضافه بگیرید. پس این هم یکی از نکات مهم دلو زدن هستش که شما گیر والت، گریت والت بگیرید، در واقع اوپن کنید و جایزه گریت والتتون رو بگیرید باز کنید و همچنین میسی که صفر هم که میزنید بازم جایزه های گریت والت میگیرید باز میکنید و این گریت والت ها خیلی مهم هست. مثلا در آخر هفته شما وقتی که 9 تا گریت والت دارید و 9 تا جایزه مثلا میتونید انتخاب کنید، بین 9 تا جایزه میتونید یک کدومو بگیرید انتخاب کنید، باز میشه که بتونید مثلا یه دونه تیر ست خیلی خوبتون رو مثلا بگیرید انتخاب کنید یا مثلا یه تیرینکت بی آی استون رو بگیرید انتخاب کنید. خب چانس گرفتن گیر بی آی استون داخل گریت والتتون وقتی که 9 تا انتخاب دارید بالاتر میره. پس سعی کنید همه این اکتیویتی هایی که من دارم به شما میگم انجام بدید رو در واقع انجام بدید. یه نصیحت هم دارم واسه بچه‌هایی که میخوان دلو باونتی فول بزنن، اینم یادم رفت بهتون بگم. آقا برونزتون رو، یعنی اون ام پی سی که همروتون هستش رو اولا باید بگیرید لول 15 کنید. الانا که وقت دارید، من داخل ویدیو قبلی بهتون گفتم، امیدوارم که اونو دیده باشید و در کل باید لولش رو ببرید بالا به خاطر اینکه دلو تیر 800 کار راحتی نیستش. و یه نصیحت دیگه ای و یه ادوایس دیگه ای واسه تون دارم، یه پیشنهاد دیگه ای واسه تون دارم، این هستش که اون ام پی سی رو بذارید روی حالت دی پی اس و از قسمت آی پریمید گروپ دلوز اینجا یه هیلر واسه خودتون پیدا کنید و با دوتا دی پی اس یه دونه هیلر یا یه دونه دی پی اس و یه دونه هیلر رو برید دلو بزنید، ولی اون ام پی سی رو روی حالت دی پی اس قرار بدید. و من یه اسکرین شاتی هم گرفتم از اون حالت دی پی اس برونز که بهترین اسپلاش رو اومدم به شما نشون دادم که این اسکرین شات الان جلوی چشم شما میذارم تا بدونید که این اسپلا رو باید بذارید واسه بیشتر دی پی اس دادن همین یارو برونزه که در واقع بتونید راحت تر دل رو جلو ببرید. خب این شد از سیستم میسیک پلاس، سیستم گریت والت، سیستم ریت فایندر، تیر ست گرفتن و اینا ها. اوکی، حالا بریم سراغ موضوع بعدی که سیستم کاتالیز هستش. سیستم کاتالیز داخل اگر اشتباه نکنم شادولند اومده، اصلا مهم نیست که اومده، ولش کن، من که اصلا ریتر پلیر نبودم و نمیدونم که اومده. مهم اینه هستش که الان این سیستم وجود داره. اوکی، و اینجاها شما میتونید در واقع برید و از سیستم کاتالیز استفاده کنید. حالا شایدم اینجا باشه، نمیدونم، دقیقا همین دوره برای. اوکی، شما میتونید برید از این سیستم استفاده کنید. سیستم کاتالیست چیه؟ سیستم کاتالیست اینطوریه که شما یه گیر رو تحویل میدید و اون سیستم میاد همون گیر رو میگیره از شما و یه تیر ست به شما تحویل میده. در ازاش یه کارنسی میخواد که به شما هر دو هفته یک بار میده. اون گیر رو چطوری ازتون میگیره؟ مثلا من الان چستم اکسپلوره، خب اینو که نمیتونم به تیر ست تبدیل کنم. مثلا شولرم وترنه، من میتونم وقتی که سیزن یک شروع شد اولین در همون روز اول من یه دونه از این کارنسی ها دارم. اوکی، میتونم این شولرم رو تحویل بدم و به جاش یه دونه شولر تیر ست بگیرم که وترن هستش. اما بازم من یه ادوایسی واسه شما دارم، نباید این کار رو انجام بدید، باید بذارید حداقل گیر هیرویک تحویل بدید و گیر تیر ست هیرویک بگیرید. اوکی، پس کاتالیز و اون کارنسیشو همطوری کسکسی خرج نکنید. حله؟ حله. این از سیستم کاتالیز واسه تیر ست گرفتن. نکته بعدی برای تیر ست گرفتن، رسوندن خودتون به میسیک ریتینگ 2000 هست. شما وقتی که میسیک ریتینگ 2000 بشه یه اچیومنت میگیرید، یه مانت میگیرید، با اونا کاری نداریم، یه دونه کارنسی میگیرید، با این کارنسی میتونید برید یک تیر ستتون رو در واقع خریداری کنید. که حالا من خودم اون موقع که گرفتم یا یه شورت ویدیو میذارم وندورش رو بهتون نشون میدم یا هر چیز دیگه، بالاخره یه جوری بهتون خبر میدم، ولی اینو بدونید که وقتی که 2000 بشید میتونید یه دونه تیر ست بگیرید. آخرین روش تیر ست گرفتن زدن رید هستش که همتون میدونید، اما این دفعه قضیه فرق میکنه. رید هیرویک، خب اول بذار اینو بهتون بگم که خب همه باسای یه سری از باسا که تیر ست دراپ میکنن، مثلا این باس تیر ست دراپ میکنه، این باس تیر ست دراپ میکنه، این باس هم تیر ست دراپ میکنه، این باس هم تیر ست دراپ میکنه و یه فرقی که با دراگون فلایت و شادولند و اکسپنشن های قبلی داره این هستش که تمام ریدا
باس آخرشون یه چیز دراب میکنن، اینو اصلا اگر دراب کنه و شما بگیرید اینو برنده بشی چه اتفاقی میفته؟ اینو میری تحویل میدید و به ازاش هر تیر سیتی که دوست دارید رو انتخاب میکنه، چولدر باشه، هند باشه، لگ باشه، چست باشه، هد باشه، فرقی نمیکنه، هر کدوم رو که دوست دارید رو میگیرید. فرقش هم اینه که اینا مثلا یه تیر ست مشخص شده به شما میده، مثلا این به شما چی میده؟ هند، مثلا این تیر ست هندتونه، ولی وقتی که شما این رو مثلا شانس بیارید بگیرید، میتونید برید اونی که بیشتر نیاز دارید رو در واقع دریافت کنید. اما نکته اینجاست که داخل نرمال این چند صدا راپش یه چند صدا راپی داره، اما داخل هیرویک باس آخر هر رید، این رید 100% دراپ همچین چیزی و یه تیر ست به شما میده دیگه، که میتونید همین چیزی که بهتون گفتم، میتونید برید یکی از تیر ستاتون رو بگیرید، ولی نکتهش اینجاست که 100% دراپ داخل هیرویک. البته که رید هیرویک رو هر کسی نمیتونه هفته اول و دوم بزنه. من خودم گیلم فکر کنم تا هفته سوم تاش دیگه بزنیم هیرویکو دیگه، یا تا هفته سوم میزنیم هیرویکو، دقیق یادم نمیاد. حالا اگر زدیم، هر وقت زدیم بهتون میگم، اگر دوست داشتید یه کامیونیتی پست چیزی میذارم. جمع‌بندی موضوع، سیزن یک که شروع شد میری ورد باسا رو میزنی، میری باکس های اپیکو میگیری برمیداری، میری رید فایندر میزنی واسه تیر پیس، میری دلوتو میگیری، در واقع تیراشو میگیری باز میکنی، برانزتو لول اپ میکنی، اسکرین شاتی که اول ویدیو بهت داده بودم و میگیری روی برانزت میشینی، برانزتو روی دی پی اس میذاری، بعدش که بانتی فول دلف هاتو زدی میری میسی که صفر میزنی، بازم واسه گریت والد و یه سری آیتم های بی آی اس دیگت، و بعدش هم از سیستم کاتالیس اگر یه گیر مثلا هیرویک گرفتی میری از سیستم کاتالیس استفاده میکنی، و بعدش هم رید میزنی و تلاش میکنی که میسیک ریتینگ تو به 2000 برسونی تا بتونی سریعتر تیر ست هاتون رو بگیرید. رفقا تیر ست خیلی واسهتون مهم هستش، حتما بهشون فوکوس کنید. و این بود از ویدیو امروز. اگر فکر میکنید آقا چیزایی که بهتون گفتم خوب بود بگید بهم، اگر فکر میکنید بد توضیح دادم، انتقاداتون رو میبینم و سعی میکنم که درستش کنم. هر انتقادی دارید داخل کامنت ها بنویسید، هر سوالی دارید داخل کامنت ها بنویسید. ممنون میشم که واقعا یه کامنت انرژی مثبت و یه لایک به این ویدیو بزنید، به خاطر اینکه دهنم واقعا کف کردش و خیلی خسته شدم این ویدیو خیلی از من انرژی گرفت. دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. امشب لایو استریم داریم، حتما به لایو استریم سر بزن و تا ویدیو بعدی مراقب خود باش. فعلا بدرود.